ببینین چی شده. شش، خفه شو دیگه، صداتون در نیاد بچه ها. اگه مامور اومد چیکار کنی؟ نمیاد. اگه اومد نترس. آشپزخونه تمیزه راستی؟ چه حرف میزنی تو، چه میدونم تمیز یا نه؟ تو که اینجوری نبودی چه حرف میزنی؟ تو هم یاد نگیری از این بچه. دختره است و آره کجاست؟ چی کجاست؟ جنسا افشین داره سرگرمشون میکنه. جنسا چی کار داری؟ بده بریزم تو چاه. بره بریزی تو چاه؟ چند تا هست مگه بریزی تو چاه؟ چی میگی تو؟ تو میدونی اعدام یعنی چی؟ با تنام؟ چی میگی تو؟ اعدام چیه؟ دیوونه شدی؟ بابا طرف مأمور مواد مخدر که نیستش که، مأمور کلانتریه. تازه به عقل جن نمیرسه اینجا تو کارگاه ما آشپزخونه درست کرده باشیم. یه آقای کچرواری هم همراهشونه، اونم با آدرس اداره کاری جاییه. حتما طرف رفته شکایت کرده، افشین رو درستش میکنه دیگه. نازش من حلش کنم که، چقدر من بهش گفتم زارت یارو براش اخراج کرده، بفرم اینم نتیجش. حالا کاریه که شده، جنسا رو بده بریزم بره، لج نکنستی. لج چیه بابا؟ من کارگرای تو هیچ کدوم میدونم ما اینجا داریم چیکار میکنیم. نه چی میگی تو؟ فاز چیه؟ ما چه میدونیم یارو چی گفته؟ شاید میدونسته، شاید اینا اومدن یه سر و گوشی آب بدن یهو بریزن بالا سرمون. هیچ کدوم از کارگرا نمیدونن چه خبره الا مراد، اونم دهنش قرصه. این همه جنس تو میدونی چقدر قیمت چیه؟ بریزیم تو چا؟ خیلی خوب، لااقل بگو الان کجاست. بفرما اینجاست. اسی جاش امنه، دست نزن. این اعدام داره. اعدام؟ نترس، منو نمیتونن زنده بگیرن مگه اینکه این آقا طاهر رو بخوان اعدام کنن. طاهر رو اعدامش کنن. روانی رد دادی، تو واقعا رد دادی. گناه دارن تفرکی ها. آی کجا؟ واسه همینجا کجا میری؟ به تو چه؟ مثلا من مسئول کارگاهم، باید بیرون باشم. بابا بری بیای شک میکنن، همینجا واسه شهر درست نکن، بذار برم بعد. وایسم کنار تو که اعدام بشم. من از اولشم به افشین گفتم که با همه این کارا مخالفم، هیچی رم گردن نمیگیرم. کاور کردنم هم جرمش همچین از اصل قضیه کمتر نیستش. نمیدونستی بدون به خودم مربوطه. کاور کردنم آخه بلد نیستی؟ بلد بودی که به این همه مأمور اینجا نریخته بودش که. اگه این تشکیلات دست من بود کار خیری رم نمیدادم به این. مثلا بردم پنجره اونجا خبره بودو. چشم. اسی چه؟ یه قولی میدی؟ چه قولی؟ قول میدی اگه همه چی به هم ریخ این دوتا بچه رو سپر خودت نکنی؟ باز اون فرهاد بزرگه، قول بده این بچه رو همون اول تحویل پلیس بدی. اگه همه چی به هم بریزه ریخته دیگه، دیگه چه قول و قراری؟ به هم ریخته دیگه. این بچه خانواده داره، سر سفره پدر مادر بزرگ شده، با فرهاد فرق میکنه. نه ترس خاله، اتفاقی براش نمیفته. تازه من این بچه قرار گذاشتیم با هم بریم مرحله بعد، مگه نه؟ بفرمایید. تو روانی، من دارم میرم، بعدشم از در پشت میرم خونه. افشین بگو آبا که از آسیاب افتاد بهم زنگ بزن. کم کم باید به فکر باشیم که اینجا رو جمعش کنیم. من دیگه نمیکشم. نه رو بر خانم. چی شده؟ میشنم اینا. داری میاد این برگنی؟ دیدی گفتم اسی؟ دیدی؟ بدبخت شدیم رفت. خوب تماشا کن آقا طاهر، قاضی داره به جای حساسش برسه. یا پلیس رو میبینی؟ دیدی؟ پیادین بر گیم اوور میشه. روانی خوب کار ما تماش داریم. مهندس چیکار میکنیم؟ هر چی شما دستور بفرمایید. به نظرم صلح کنیم بهتره، هم وقتتون کمتر تلف میشه، تو کارم این مسائل پیش میاد. بله پیش میاد. جناب سروان صلح چی؟ اینا باید حق منو بدن. کسی نگفت حق شما رو به شما ندن. بله. ببخشید مهندس، دستشویی اینجاست؟ باز دارن اینجا رو نشون میدن. این شد دوبار. اونجا انباره. بله اونجا هم. این ور دستشویی. من با عزتتون. آره اونجا انباره، اونجا خریبا حق ندارم برن، فقط جای خودیاست. چرا مهندس؟
اجازه بده جام سوامن بگم. بفرمایید. اینجا خودی و غیر خودی داره. اینا هم فقط حق غیر خودی ها رو میخوان. نه بابا، برای اینکه کسی دزدی نکنه. ربطی داره؟ بله، اینجا انبار است. آقای مهندس، اگه اجازه میفرمایید با هم یه بازی از انبار داشته باشیم. بله بفرمایید. آتها جناب سرمان، گفتم تشریف بیارم مهندس، هم من مطمئنشم اونجا خبری نیست، هم بهتون بگم این طرف خانم بهاره کنی دادی پلیس رو بودم در نفره. نه بابا، این رو با همین دروبرا خفه شوی، اسم خانم بهار نیارم. نه چشون شد؟ چه خبر اونجا؟ مراد چه خبر اونجا؟ بابا رو بیرون از سطح اینا بابا مهندس چیزی هم داری که پروش تاهر، تو با من بیا بری. بچه کجا میبری؟ به تو چه ربطی داری؟ لااقل بریم پشت انبار قایم شین نبیننتون. الو سلام عاطفه، چطوری؟ سلام، کجایی تو؟ چند بار تماس گرفتم گوشیت خاموش بود تو رنج. خاموش؟ نه شاید یه وقتی مثلا شارژش تموم شده، اصلا متوجه نشدم، ببخش. ای بابا دلم هزار را رفت، نگران شدم. چه خبر؟ عاطفه یه کسی طاهر رو تو خیابون دیده، به لباس مدرسم تنش بود و ازش عکسم گرفتم، رفتم به پلیس، من خبر دادم قرار زود پیداش کنم. دیگه تو هم نمیخواد شیرازو بگردی دیگه، اینجوری انگار تهرانه واقعا. خدا رو شکر، منم رفتم در خونتون پرسجو کردم، کسی ازت خبر نداشت. با بابات هم صحبت کردم، معلوم بود هیچ خبری از تو و طاهر نداره، زیادم حرف نزد. واقعا؟ خب چی بگم آخه؟ بابا حالش چطور؟ بدتر شده که بهتر نشد. تو چی کار میکنی؟ کجایی الان؟ من خونه خدا. چی؟ مسجدم آتف، مسجد. یعنی چی؟ تو مسجد میخوابی تو؟ الهی بمیرم برات،
کاش میتونستم بیام تهران بیشتر یه کاری کنم. هم مشکل مرخصی دارم، هم مادرم مریضه. نه بابا، تو خودت یه عالمه گرفتاری داری، پاش به تهران چی کار؟ من خودم از پس همه چی برمیام. جون آتی میخوای برات پول بفرستم؟ نه با عاطف، من واسه پول زنی نزدم به تو که زنی زدم حال تو بپرسم، از خودم خبر بدم، بهت نگران نباشی. خیلی خوب باش، پس من از خودت بیخبر نذار لطفا. باش، از مواظبت کن از خودت. تو هم همینطور، خدا پشت و پناهت. خدا افشین، حالا لازمه ما ببونیم تا مراد بیاد، فردا میبینیمش دیگه. تو اگه میخوای بری برو، من اینجوری دلم شور میزنم میمونم براش. البته این یکی رو برای خانم درست میگه، الان موندن شما اینجا خاصیتی نداره. چه عجب، شما یه بار ما رو تایید کردی. من هر کی حرف درست بزنه تاییدش میکنه. خیلی خب، بس حالا. جناب مراد از جفتتون بیشتره. معلوم نبود اگه دعوا راه نمینداخت من چه بلایی سرمون میومد. اینو که آره، دمش گرم. جون اون آقا پلیس هم نجات داد. نه. سلام آنس. سلام. تموم شد؟ بله آقا. رضایت گرفتی؟ بله آقا، ولی به سختی دیگه. آفرین مار. ممنون خانم بخ. بیشتر مواظب باشین دیگه. این قضیه هم به گوش کس نرسه، مخصوصا آشر. نه دیگه آقا، گفتن که نداره. گفتی که گفتن نداره که. بریم آقا. بریم فقط. راست این پسرها بفرست تا فردا هست بیاد خونه ما. خونه شما؟ فردا باید بیاد دومن؟ فردا نداره که. گفتم بفرست. نگفتم اجازه شو بده که. چشم رئیس. آی! نمیخواد. دور برش تو بیارش. استراحت کن تا هم فردا نمیخواد بیاد سر کار. اکسل؟ نه. پاورپوینت؟ نه. ورد که دیگه بلدی، تایپ کردم. یکم. یکم نه عزیزم، آره یا نه؟ نه؟ نه. الان چیکار باید بکنم؟ میشه یه بار دیگه آگهی روزنامه ما رو بخونی؟ خانم جوان آشنا به امور دفتری و مسلط به نرم افزارهای آفیس. خب عزیزم، سابقه کار دفتری که نداری. آفیس هم که به اندازه یه تایپ نیمبن میگی بلدم. فقط میمونه یه خانم جوان که البته اونو هستی. حالا من باید چی کار کنم؟ یعنی شما اینجا یه کاری ندارین که دفتری هم نباشه بیرون باشه؟ چی؟ من خیلی شرایطشو ندارم توی دفتر کار کنم. و زنگ زدم به شما، شما گفتین اینجا کاریابیه، یعنی یه کار دو کار ندارین. و صداتونم مهربون بود. من گفتم حتما یه کاری میتونین بر من پیدا کنین دیگه. موندم با این همه زرنگی چرا بیکاری؟
حالا چی بلدی؟ من عکاسی بلدم. تو شیراز توی آتلیه کار میکردم. آفرین، پس شیرازی هستی. بله. چه خوب. خب؟ هیچی، ولی اینجا هرچی دنبال کار گشتم یه کاری که ربط داشته باشه به عکاسی پیدا نکردم. تهران تنهایی؟ بله. البته اولش نه، با داداشم اومده بودم، گمش کردم. گمش کردی؟ یعنی چی؟ یعنی الان کجاست؟ نمیدونم. به پلیس خبر دادی؟ بله، خودم دارم دنبالش میگردم. چند سالشه؟ 8 سالش. متاسفم. یعنی الان تو تهران کسی، آشنایی، دوستی، فامیلی، هیچ کسو نداری؟ نه، کسیو ندارم. پولا هم تموم شده، جای خواب درست حسابی هم ندارم. ایشالا درست میشه، ناراحت نباش. من از صبح ساعت جا رفتم، هر روز کارم همینه، همش دنبال کار میگردم. همشون یا کارشون کار نیست یا اینکه منو نمیخوان. بعد یه سریام که هستن فقط از آدم کار نمیخوان، یعنی توقع یه چیزای دیگه هم دارن. یه جورای خودتون حتما بهتر میدونین، نمیدونم چطوری بگم بهتون. یه دقیقه بیرون باش بهروزی، یه دقیقه لطفا. من تعجب میکنم چطور بهشون اجازه میدن این آگهی‌ها رو چاپ کنن. مورد مثل تو زیاد اومده پیش من، هر موقع میشنوم خیلی ناراحت میشم. ببخشید، نمیخواستم ناراحتتون کنم، فقط داشتم توضیح میدادم. ببین عزیزم، شاید تو لیست ما کار واسط نباشه، ولی کاری نیست که تو این شهر من زیر و بمشو ندونم. فقط درست به من بگو چه مدل کاری به کارت میاد تا راهنماییت کنم. من هر کاری، فقط بتونم باش خرج خودم رو در بیارم، دنبال داداشم بگردم. گفتی هر کاری باشه میری؟ اشتباه شما بوده. آقا با این همه در و دیوار و بوق و شیپوری که تو اینترنت هست، دیگه کی آگهی میده تو روزنامه ها؟ این دفعه 4 کادره چاپ میکنی. بله رایگان. من برای چی باید پول بدم؟ اشتباه شما بوده. آقا این دفعه چاپ کردین 4 کادره با تمام شرایط ما چاپ کردین. اگر نه من دیگه آگهی نمیدم به روزنامه‌تون. اینو به اون رئیست هم بگو. خداحافظ. من نمیدونم چرا هر کی به ما میرسه حواسش پرت میشه. وای. باز پاشو بیومدی اینجا. خانم شیری، به خدا، به ارواح خاک پدرم. زنه دیوونه بود. چرا فکر میکنی کوتاهی از من بود؟ دیوونه بود. خانم یه دونه فرما بده. اینا، اینا. این فرم استخدام. بند 7. من از شرایط و سختی کار به هیچ عنوان شکایتی نخواهم داشت. امضا کردی، میخواستی امضا نکنی. دیوانگی های مشتری جزء دشواری های کار ما میباشد. همه اینا رو من توضیح دادم. کارت ملیت هم که بهت دادم، دیگه چی میخوای؟ برو دیگه. کارت ملی به چه دردم میخوره؟ من کار میخوام. این خانم با شما؟ نه. سلام. من قادری هستم، از طرف خانم رستگار تماس گرفته بودم خدمتتون. خانم رستگار؟ کاریابی؟ بله کاریابی. خب هیچی، شما گفتین بیام، اومدم دیگه. من گفتم بیه؟ حواس نذاشتم مثلا، حتما گفتم دیگه. خب هیچی دیگه، بر کار اومدم. بهت نمیان، سوسول میزنی. خانم از این فرما استخدام بده. بیه اینا رو بشین پر کن. اونجا میتونی بشینی.
خانم من با شما کار نمی کنم. اعتبارم که از سر رو نگردم. بیچاره شدم تا طرف از شکایتش دست کشید. فهمیدی؟ بفرم. بفرم. باز که پاشدی اومدی اینجا. ببخشی خانم مشیری، من به خود اونجا که شما منو فرستادین، شوهر پیر زنه دیوونه است، نظر داره به من. دیوونه است، نظر داره. هر جا من شما رو میفرستم یه بهونه میاری. بگو نمیخوای کار کنی. چرا به خودت دوست دارم؟ برو حساب داری، برو حساب داری، تسویه میکنم عزیزم. خیلی خوب، برو حساب داری. یه کار خوب تو رو خدا برام. خیلی خوب عزیزم، بفرمایید تسویه میکنم. من برمی‌گردم. مؤسسه خدماتی مشیر بفرمایید. بله، عرض میکنم. خدمات ما شامل نگهداری، نظافت، دادن دارو. بله. نیروی ما نگهدار هستن، نه پرستار نیستن. خب خدای نکرده در صورت بروز مشکل به لحاظ حقوق خیلی با هم متفاوتن. ببخشید. نخیر، کادر ما بسیار مجرب و کارکشته هستن. 14 سال ما سابقه کاری داریم. بله. خواهش میکنم. برای همین امشب؟ کدوم بیمارستان؟ یه لحظه گوشی خدمتتون، یه لحظه. پس پس. الو. امشب میری؟ کجا؟ بیمارستان. سر کار دیگه. بله میرم. الو. خانم چقدر شما خوششانس هستید. ماشاءالله ماشاءالله. بله. همین الان یکی از نیروهای بسیار خوب ما اعلام آمادگی کردن که امشب خدمت میرسن. بله. خب من اگه اجازه بدین گوش رو میدم به منشی که هماهنگ کنم. بله، آدرس و شرایط ما رو. خیلی ممنون از تماستون. خداحافظ. ببخشید. این کار دستمزدش چقدره؟ شب تا صبح بیمارستان که 100 تومنه. یعنی اونو 140 میدن، 40 تومنش پورسانت ماست. اگه ازت راضی باشن بهت انعامم میدن که انعامش مال خودت. سفتا وردی؟ نه. نه وردی؟ خیلی خوب، برو پایین بانکه. سفته میگیری، یه آدم معتبرم پشتشو باید امضا کنه. اندازه 10 میلیون. بود دوتا نبسته. 10 میلیون زیاده که. چرا 10 میلیون؟ دیگه برای ضمانته دیگه عزیز من. جون مریض مردم دستمونه. شناسنامه و کارت ملیت هم دست من میمونه امانت. دیگه شنیدی دیگه، به کارفرما گفتم که میری. حواستو خوب جمع کن. سر ساعت اونجا باشی. بله. موفق باشی. دیگه ما ماموریم و معذور. کاریش نمیشه که. وگرنه شما خودتون حضورتون برای ما کافی بود. ممنون. خدمت شما. دست شما درد نکنه. اینم کپی شناسنامه. شناسنامتون که توضیحات نداره. نه، اینم کپی کارتم. خیلی ممنون. اینم کارت مؤسسه، اگه لازم بود با من تماس. دست شما. ای خیریه داری؟ بله. ماشاءالله به سنتون نمیخوره. امر دیگه ای با بنده نیست؟ خواهش میکنم. گفته بودم چای بیارن. ممنون. خیلی ممنون. لطف فرمودید. خداحافظ. خواهش میکنم. با اجازه. خداحافظ. خاموشی من یه دقیقه برم. آره. آقای وطن خواه. آقا ببخشید. شما از دست من ناراحتی؟ ببین خانم قادری، من اومدم که نگی از ترس امضای اون کاغذ پاره ها دارم بهونه گیری میکنن، ولی این کار شما اصلا درست نبود. شما لطف کردین به من تشریف آوردین، ولی من واقعا نمیدونم چی کار کردم. اگه من 2 هفته است دارم به شما زنگ میزنم، ریجکت پشت ریجکت. حداقل یه بار برمی داشتیم ببینیم من چی میگم. آقای وطن‌خواه، من اگه میشه یه سوال دارم فقط ازتون. تازه سوالم داری؟ شما هنوز سر قضیه اون گرمخونه از دست من ناراحتی؟ خانم قادری، اون روزم بهتون گفتم
یه نفر از گرمخونه زنگ زد به مادر من، گفت شما شب اونجا خوابیدی. من اومدم ببینم چرا، اونم با عمه سختگیر که شما داری. شما بگین چرا اونطوری کردین، چرا قهر کردین، چرا پیش ما نیومدی؟ معذرت. همین. من اون روز یکم حالم خوب نبود، ولی قبل اونم برام سخت بود پیش شما بیام کار کنم. چرا؟ برای اینکه اگه می اومدم اونجا باید یه سه چیزایی رو توضیح می دادم که نمیخواستم این کار بکنم. خب الانم نمیخواد به من بگین، منم نمیخوام بیشتر از این اذیتتون کنم، ولی شما واقعا میخواییم بریم بیمارستان از مریضای مردم مراقبت کنی؟ خیلی خوب. من نمیدونم داستان چیه و چرا شما این کارا رو میکنین، چرا میرین بیمارستان کار میکنین، چرا میرین گرمخونه میخوابین. شاید به یه چیزی تو گذشتتون برمیگرده، ولی چیزی که من میدونم اینه که این کارا اشتباهه، این کارا کار شما نیست. آقای وطن خواه، ای بابا داریم حرف میزنیم. آقای وطن خواه. بله. آقای وطن خواه، شما چیزی از زندگی من میدونین مگه؟ نمیدونین؟ رسال سوی تفاهماتون که نمیتونین شما منو قضاوت کنین. نمیدونم، شاید شما منو لایق نمیدونید به من بگید. نه، نه واقعا اینطوری نیست. آقای وطن خواه، من میتونم الان از خودم دفاع کنم، ولی بخوام دفاع کنم باید همه زندگی رو برای شما توضیح بدم. من نمیتونم حتی اتفاقای زندگیم بر خودم تکرار کنم. نمیخوام. شما اینا رو متوجه نمیشی. باش. دستتون در نکنه کمکم کردیم برها. ببخشید اذیتتون کردم. خدافظ. نمیتونیم بخوابیم؟ چیکار کنم خب؟ میخوام کامپوت از توی یخچال بیارم بخوریم. خیلی خب، شما سعی کنیم بخوابیم، من چراغم الان خاموش میکنم، برم باش حرف بزنم ببینم چه خبر. سعی کنیم بخوابیم. آقا خیلی دور نشدین که، زود برگردین. بهانه میاره، نمیدونم به من که چیزی نمیگه. خسته نباشی. خانم این اتاق بغلی ما انقدر سر و صدا است، مریض من نمیتونه بخوابه. چیکار بکنم؟ آرام بخش چیزی شما اگه بهش بدین شاید بهتر باشه. حالا اگه تا یه ساعت دیگه نخوابید خودم میام بهش آرام بخش بزنم. دستتون درد نکنه. خانم خوشحالتون، مریضتون آرومه. به جاش مریض شما خوب سر و صدا میکنه، نمیذاره کسی بخوابه. ببخشید شهربنده، میدونید چیه؟ خرس گنده اینه بچه ها پدرشو میخواد، همش هی بهانه میگیره. تا حالا صد بار پرستار براش گرفتیم ولی همشون در رفتن، بس که بد خلق و بد اوناقه. همه فکر کنن من پرستارشم، به من میاد من پرستار باشم. نه واقعا نمیاد. تازه فکر کنم یه نسبتی هم باش دارم. من چه نسبتی دارم؟ من 8 سال استریدر پدرشم، نه پرستارشم نه نسبتی باش دارم، فقط سرایدارم.
خب میگم شما برید پیششون، شاید بتونین آرومشون کنین به جان که بیرون وایسین. خودتون هم سر صدا میکنین، کسی نمیتونه بخواد. گیر افتادم خانم. ناراحت نباشین انقدر، شما خوب میشن ان شاءالله. با اجازه، شب بخیر. شب بخیر. از اینم که نیومد. بله خواهش میکنم، من اصلا برای همینجا نشستم که جوابگوی شما باشم. بله با سوادی از ادبیات شما میباره. خواهش میکنم. بله عرض میکنم خدمتتون، ما توی قرارداد 6 ماه همون برابر 1 ماه حقوق نیرو رو پورسانت برمیداریم. البته قابل شما رو نداره. خواهش میکنم، اختیار داریم. چی شد؟ هیچ 50 تومن اضافه دادن، اونم رضایتنامه. خواهش میکنم، بالاخره ما هم مسئولیتمون خیلی سنگینه، بالاخره اینجا هم هزینه داره. خواهش میکنم. میخواییم من اصلا خودم براشون توضیح بدم؟ بله من گوشی دستمه. گفتن امشبم برم ها. نه باریکلا الهی بمیرم برا رنگ و رود پریده. برو یه دقیقه بخواب. اشکال نداره. برو برو. نه عزیزم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، عرض کردم خدمتون. بله تو قرارداد 6 ماه همون 1 ماه حقوق نیرو پورسانت مؤسسه ماست. اصلا مبلغی نمیشه، اونم برای شما. اختیار دارید، من در خدمتون هستم. بله خانم. تورنج خانم. بله. به خدا کاری ندارم.
ولی یه اتفاقی افتاده، باید باهاتون حرف بزنم. خواهش میکنم. اینجوری شد دیگه. حالا شما یه کاری بکن، تو رو جون اون یه دونه داداشت بیا برو باهاش حرف بزن. من چی برم بهش بگم؟ ببین، من بهت بد کردم، خودم میدونم غلط کردم، اصلا خدا منو لعنت کنه، اما تو بیا خوبی کن، خانمی کن. اگه راضیش کنی از حرفش برگرده، من غیر چشم هیچ چی دیگه نمیگم. بی شرفم اگه غیر چشم چیز دیگه ای بگم. حرف میزنی باهاش دیگه؟ آخه اصلا فکر نکنم فایده داشته باشه. حتما همه فکرشو کرده که رفته دادخواست داده. نمیدونم، اون شما خیلی دوست داشت، حتما حالش خیلی بدتر از این حرف هاست که همچین کاری کرده. میدونم، اگه نمیدونستم که دیگه حال و روزم این نبود. اصلا خود خرم آسیش کردم، خود خرم رنجوندمش. به خدا اگه از حرفش بر نگرده یه کاری دست خودم میدم، به ابوالفضل این کارو میکنم. چه داد میزنی اینطوری من بهم رازش کنم؟ ببخشید به خدا، من حالم خوب نیست. شهین همه زندگی منه، اگه بر نگرده پس میفتم ها. ببخشید، به من ربطی نداره، ولی آدم همه زندگیشو اذیت نمیکنه. این هم به پیر، به پیغمبر، به امام هشتم، من اگه کاری کردم، اگه غلطی کردم، اگه دست روش بلند کردم، همش مال دوست داشتن بوده. خب دوست داشتن آدمو حسود میکنه، آدمو مریض میکنه، اونم من شوفر بدبخت راه دو. اگه دوباره زدینش؟ نه 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 نه، قول میدم شما توجیهش کن، اگه اینا رو بهش بگی من مطمئنم بی خیال میشه. باش حرف میزنیم؟ همش این مدت گفتم خودت بالاخره بهم زنگ میزنی. تو ترمینال و اینا همش چش چرخوندم، گفتم میبینمت بالاخره. آقا جلیل که اومد باهم حرف زد، گفتم لااقل خوبه میام میبینمت. دلم انقدر شهین برای تنگ شده بود. دست و دلم نمیره برم جایی. آره آقا جلیل گفت هیچ جا نمیری، چی نمیخوری، با ایش که حرف نمیزنی. شن یادت من غذا نمیخوردم میگفتی با غذا نخوردن چیزی درست نمیشه؟ خب چرا الان به خودت این کارو میکنی؟ بریدم دیگه. ببین شهین، آقا جلیلی که من دیدم همون آقا جلیلی بود که تو تعریفشو میکردی همش. من میگم شاید بتونی یه فرصت بهش بدی. حتی دلم نمیخواد به چشماش نگاه بکنه. من اصلا نمیگم ببخشش یا چه، اصلا به من ربطی نداره. فقط میگم قبل از اینکه هر کاری بکنی خب حرف بزنین با هم. فقط نمیتونم. شهین، ولی میتونی بهش فکر کنی نه؟ میتونی فکر کنی شاید باش بتونی حرف بزنی. بالاخره اونم حق داره حرفای تو رو بشنوه دیگه.
خسته نباشین خانم. من قرصای مریضم رو دادم خوابید به جاشیم کپسول سبز خاکستری نمیم شیه اون توش نبود اشکال نداره. نه عزیزم قرصا رو دیگه نباید بخوره. صبح دخترشون هم گفتم شما نگران نباشید ما حواسمون هست. باش ببخشیم موضوع. خواهش میکنم. میگم نمیخوام عمل کنم. اصلا نمیخوام خوب بشم. زنگ بزن پدر من بیاد. خیلی خب باشه. تو ناراحت نباش الان زنگ بزن. منو ببر خونه. خیلی خوب خیلی خوب بابا خیلی خوب الان میگم بیا. آقا مریض من تازه خوابیده یه جوری آروم نمیشه مریض. خیلی ببخشید من شرمندم بی خوابی زده به سرش. میدونی مادر که نداشته برای همه میگه پدر. بگین به پرستاری آروم بخش بزنه. آرام بخش نمیزنه خانم. هر کاریش بکنه آرام بخش نمیزنه. بدشانستر از این خودشه. میدونی مادر که نداشته برای همین بیخوابی و بیماری و کوفت و زهرمار رو منم گرفتار کرده خانم. تا جون به لبم نکنه ولکن نیست. تلویزیون هم نگاه نمیکنه. خب من کتاب دارم تو اتاقم. کتاب بیارم بخونه آروم میشه شاید. کتاب؟ چی داری میگی یعقوب؟ برای چی کتاب آوردی اینجا؟ من اینکه این خانم رو اتاق بغلی بود گفتیم برای اینکه سرگرم بشی کتاب ورق بزنی. تلویزیونی که نگاه نمی‌کنی. کتاب چیه؟ خانم کیه؟ باز بابام داره نمایش را میندازه. آره؟ ببخشید خانم هر کی به شما گفته بیاین اینجا خواسته شما رو بذاره سر کار. بله من معذرت میخوام. مثلا خودم کتابم لازم دارم. بهتره که شما نخونینش. ببین خانم من خود شما رو هم درست نمیتونم ببینم چه برسه به اون کتابتون. من چشام داره کور میشه. این یعقوب میدونه من نمیتونم کتاب بخونم. آقا منو ببخشید من نمیدونستم. در صورت من مریضم خوابه میتونم چند خطشو خودم براتون بخونم اگه بخواید. ببخشید. بله. اسم این کتاب چی هست؟ سلام. یعقوب راهی واسه